Thor Love and Thunder، فیلمی که به تازگی کیفیت خوبش اومده و قراره که یه سری از رازها و تئوری‌هایی از این فیلم بگیم که احتمالاً جایی نشنیدی. تا حالا به این فکر کردی که چجوری چکش ثور درست شد؟ نه. میدونستی تو این فیلم به هری پاتر اشاره شده؟ آره. میدونستی خدای ونوم و خدای همه سیمبیوتای دیگه تو این فیلم بودن و تو متوجهش نشده بودی؟ و خیلی چیزای دیگه که قراره پشماتو بریزونه. پس ادیتور این نوازنده ای واقعا میگه ادیتور بنواز ادیتور تقریبمون کن ننواز خیلی خشک شروع کن ویدیو رو یه کار کن همه ویدیو رو ببندن آفرین چه گوهی داری میخوری تو مگه ادیتور ممنتو نیستی باید بنوازی به حرفشون گوش نده ویدیوت راجب رازهای ثور بود درسته پس یه جور بنواز انگار قراره برای خود مارول بنوازی بنواز خب بچه ها چیزی که برای من جالب بودش اینه که وقتی ثور میره پیش زئوس و زئوس هم اینجوری پاف لختش میکنه و بساط شادی دختره اونجا رو فراهم میکنه میتونیم تتوهای پشتش رو ببینیم که یه سری ایسترک ها و رازهایی هستش توشون مثلا اینجا رو نگاه کنید بچه ها تتوی لوکی رو نشون داد که خب قطعا دیگه براتون واضحه چرا مثلا لوکی رو تتو کرده روی بدنش اما چیزی که اهمیت داره اینه که یکی از تتوهای ثور شبیه تومار هستش که توش یه سری اسما نوشته شده که قلب منو درد این اسما در واقع اسامی افرادی هستن که ثور از دستشون داده مادر، پدر، هایمدال هایمدال کیه؟ هایمدال، لوکی، تونی، ناتاشا و به احتمال زیاد اسم نفر بعدی هم سب کن الان داری اسپویل بکنی ادیتور یه هشدار اسپویل چیز لو رفتن داستان فیلمو بذار هشدار اگر فیلم ثور عشق و تندر را هنوز ندیده اید و دوست ندارید که داستان فیلم برای شما لو برود به این دقیقه مراجعه کنید تو که فیلمو ندیدی چرا اومدی ویدیو ایسترگاشو داری میبینی من نمیفهم واقعا داشتم میگفتم بچه ها اسم نفر بعدی هم دوست دخترش جمون جین فاستره که آخر فیلم هم از دستش داد و اون الان توی والهالاست خیلی پایین غیره انتظار ردید اگه سریال واتیف یا حتی ویدیوهای دنیای موازی ما رو دیده باشی با این بنده خدا آشنایت داری اگه هم نمیشناسینش خب براتون معرفی میکنم این بنده خدا کیه این داداشمون اسمش آتوه که از همه آتو داره چقدر نویسنده چقدر تو نمکی چونه ایشون یکی از موجودات کیهانی مارول هستش که اسم نژادشون واچره حالا این واچره چیه این واچره یه سری موجوداتی هستن که یه سری وظایفی دارن اونم اینه که همه اتفاقات توی جهان رو نگاه کنن اونا رو ضبط کنن اما هیچ وقت خودشون توی اتفاقاتی که میفته دخالت نمیکنن ما تو محلمون یه پیرزن بود هر اتفاقی میافتاد کلهش از پنجره می آورد بیرون چی هم نمیگفت اونم واچر بود نه واچر نسخه پیرزن اما تا حالا پیش خودتون گفتید که چرا توی سریال انیمیشنی واتیف اینو آوردن اما هنوز که هنوزه توی فیلمای مارول نیومده خب خبر خوب اینه که یه سری ایسترگا توی فیلم ثور وجود داره که نشون میده این داداشمون قراره توی فیلمای بعدی مارول حضور داشته باشه من بگم به کجام یا نه نه نگو خیلی زشته این قسمت از فیلمو اگه دیده باشین متوجه میشین اونجایی که ثور داره تمرین میکنه یه اسکلت گنده افتاده که یه تئوری هست که میگه این اسکلت گنده مال یه واچره حالا چیزی که ثابتش میکنه کمیک خود مارول که میبینیم فرم صورت اسکلت این واچر خیلی شبیه اون چیزیه که توی فیلم دیدیم پس به احتمال خیلی قوی توی فیلمای آینده مارول ما یکی از واچرا رو میبینیم بذارین من یه چیزی بگم که بیشتر نشون میده که مارول قراره این کار رو بکنه ببینید دوستان مارول همیشه عادت داشته یک سری ایسترک های مختلف تو فیلماش میذاره که معمولا این ایسترگا نشون میده که قراره توی آینده فیلمای مارول چه اتفاقی رخ بده مثلا اینجا داخل اونجرز 1 ما میبینیم که یه یاروی از روی صندلیش بلند میشه که رنگش هم بنفشه خب دفعه اول اینو دیدیم گفتیم خب که چی اما سال 2018 وقتی اونجرز 3 اینفینیتی وار اومد پشمام ریخ و فهمیدیم یارو بنفشه همون تانوس بیناموسی که نصف دنیا رو پرپر کرد حالا ما توی این صحنه که جین وایساده میبینیم که یه مجسمه واچر هم اونجاست و مارول بدون دلیل کاری نمیکنه پس به احتمال زیاد ایشون رو ما تو فیلم‌های بعدی مارول خواهیم دید خب بچه‌ها ما تو این فیلم زیاد میبینیم که هر نژادی یک خدای مخصوص به خودشو داره مثلا خدای شخصیت منفی یا همون گور راپو بود یا حتی خود خدایان هم خدا داشتن که همون زئوس بی پدر مادر میشد اما حالا سوال اینجاست که موجوداتی که توی فیلم‌های مارول مثل مرد عنکبوت یا ونوم زیاد دیدیم و اسمشون هم سیمبیوت بود اونا هم خدا داشتن یا نداشتن
اونجایی بود که گور پیش راپو میره و مثلا میبینین راپو هم برای اینکه یک خدای تاریکی رو کشته داره جشن میگیره، این در واقع خدای سیمبیوتا بوده. اینو توی فیلم نگفته ولی خب من از توی کمیک دیدم و گفتم به شما میگم. اسپویل شدی. حالا دلیل این که چرا توی فیلم گفته نشده چیه؟ الان بهتون میگم. دلیلش اینه که سیمبیوتا، ونوم و هر چیزی که مربوط به دنیای مرد عنکبوتی میشه در واقع مال شرکت سونی هستش و چون فیلم تور مربوط به سونی نمیشد اشاره به سیمبیوتا هم نشد و مارول هم اینجا داستانش رو یه جور دیگه جور کرده برای خودش. چه سوالای بزرگ من اینه که این چکش بیناموس تور چه جوری درست شد؟ مگه این خواهر تور تو قسمت قبل چکشو خورد نکرده بود؟ کدوم سگی تونست اینو درست کنه؟ این فیلم هم معلوم نبود اون زنی که رفت بالا سرش دستشو اینجوری کرد اونا به هم چسبید، بعد یه فلش بک چرت و پرت نشون دادن گفتن آره داداش من بعدن که منو مندازه سگ تحویل نگرفتی مراقب دوست دخترم باش. اون چکشم که ومندوز اومد مراقب اون بود، تور داشت داخل تورس تیکه تیکه میشد اهمیتی نداشت، فقط اون زنه. خاک تو سر مارول. اینجا هم نویسنده برای من گفته که اینها همه از قدرت جادوگر قدرتمندی بوده و این چکش ساخته شده توسط وانداس که زر زده چرت و پرت میگه من نمیتونم اخراجش کنم چون خودم هم کسی با هم قرارداد نبسته، منو همینجوری بهم پول میدن میام دوبله میکنم صدام هم بده. معمولا خیلی کم پیش میاد وقتی کسی بخواد تو ایران بازیگر بشه از صفر بتونه بازیگر معروفی بشه. چرا امین حیایی شد؟ یا باید خیلی پولدار باشه؟ نبود. یا باید خیلی پارتیش کلوف باشه؟ نداشت. مثلا مامان باباش کارگردان یا بازیگر فیلم باشن یا چیز دیگه که نمیتونم بگم. حالا نکته جالب اینه که توی این فیلم همچین اتفاقی افتاده. بازیگر اصلی نقش تور یعنی کریس همسورس هر چی فک و فامیل داشته جمع کرده ریخته تو این فیلم. مثلا دختر گور در واقع دختر خود کریس همسورسه. یا اینجا که بزرگ شدن تور رو نشون میده پسر خودشه که داره اینجا میدوه. یا اینجایی که نمایش تور رو اجرا میکنن کسی که جای تور بازی میکنه داداششه. یا حتی زن واقعی خودش در نقش زن گورگی بازی کرده. و در کل گفتم شاید براتون جالب باشه. نه جالب نبود واقعا. ریدی. پس اینو گوش بده. توی این صحنه میبینیم که تور استون بریکر یا همون تبرشو کرده تو زمین میره سراغ مدیتیشن. وقتی که تبرشو در میاره میبینیم که ریشه در آورده. حالا چرا؟ چون اگه اونجرز 3 رو دیده باشید تور چکش قدیمیشو از دست داده و بعدش میره پیش این آهنگره تا یه سلاح جدید براش بسازه. میبینیم که این سلاح شبیه تبره. دستش با دست گروت ساخته شده و از اونجایی هم که گروت خودش درخته طبیعیه که تبر تور ریشه در بیاره. و یه چیز جالب‌تر این که ما میبینیم این تبر مثل یک موجود زنده رفتار میکنه، احساس داره. دلیلش هم احتمالاً به خاطر اینه که از یک موجود زنده ساخته شده. شما به تور میگی تور میری مغازه تون ماهی میخری؟ نه تون ماهی میخری. یه ایسترگ خفنی هم که داره تو این صحنه اینه که ما میبینیم تور تبرشو برمیداره روش میشینه بعد باهاش پرواز میکنه که به فیلم هری پاتر اشاره ریزی داره. این یه ریزه جالب بود. هشدار اینجا هم اسپویل داره. این نویسنده اصلا درک نمیکنه که هر جا دستش میاد میذاره. اگه دوست داشتی اسپویل نشی برو به این دقیقه که اسپویل نشی. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، امروز دک سیاه اینجا آمده است تا حقایقی تاریک و ترسناک از فیلم تور عشق و تندر را به شما بگوید. اول از همه میخواهم داستان اصلی نقش منفی این فیلم را برای شما بازگو کنم. در کتابهای مصور مارول گور و خانوادهش در سیاره بیابانی شکل زندگی می کردن و انقدر اونجا وضعشون خراب بود برای اینکه گشنگی نمیرن مجبور بودن شن و ماسه و سنگای بیابون رو لجن بخورن که این فقر رو هیچی نبودن باعث شد زن گور و بچه توی شکمش بمیره و همینجوری شرایط بدتر و بدتر شد که باعث شد گور اعتقادش رو نسبت به خدای خودش از دست بده و اتفاقات بدتری هم قرار بود در آینده اتفاق بیفته. اما مارول به جای اینکه به شخصیت منفی به پردازه تو فیلم کلن 5 دقیقه بدبختیشو نشون داد، رفت دنبال پول در آوردن خودش. کلن فیلم همه چیزش شاش داشت، یعنی فقط به این بسنده نکرده بود. از اون طرف هم آخر فیلم هم برای این شخصیت وقت نذاشتن و ریدن به پایان بندی این فیلم. یعنی این داداشمون یهو متحول شد، بعدم دخترشو سپرد دست تور که قرار بود مثلا این صحنه یه صحنه احساسی باشه که روی ما تاثیر بذاره. اما ببینید گفتم دخترش، میخوام یه سری حقایق راجع به دخترش بگم. وقتی گور میخواد که این دخترش زنده بشه ما انعکاس اون موجودی که قراره بچسبه به هم تبدیل بشه به دخترش رو تو آب میبینیم و اون شبیه یکی از کاراکترهای مارول به اسم ابدیت که احتمالاً قرار در قسمت‌های بعدی تور این دختره با قدرت‌های زیادی که ابدیت داشت بیاد و در کنار تور حضور داشته باشه و همه رو بزنه به مال بکوبه. شاید هم دشمن تور شه، کسی نمیدونه. منم متنم تمام شده، دارم بیش از حد تفت میدم. من میرم، خداحافظ. خب
خب آقا این فیلم تور قابل قبول بود، به نظر من دکتر سنج بهتر بود، اما سگ فیلم تور رگناروک هم نبود، با اینکه کارگردانشون یه نفر بود ولی خب خفن نبود. تنها چیزی که خیلی باهاش حال کردم کریستیان بیل بود که اصلا مشخص بود نمیدونه فیلم کمیک بوکی این مدلی چیه، این سی جی آی توری قبلا بتمن رو بازی کرده ولی فیلم سی جی آی نمیدونه منده خدا چیه، و کلا خیلی فیلم شاش داشت، عین فیلم پینوکیو که شاش داشت، تون تون اتفاقا پشت هم میافتاد، تهش هم یه چیزی رو سر هم کردن. وجدانن مارول مهد کودک شده، یه سری بچه مهد کودکی با ماماناشون شدن سوپر هیروهای مارول. یعنی اون سکانسی که تور با بچه‌ها میره اون لشکر شیطانیو بزنه من واقعا برام دردناک بود. کوش اون اونجرزی که استیو راجرز میگفت اسمبل، بعد میدویدن میرفتن سمت انمیا. هی قشنگ احساس میکنم بعد مردن استنلی خدا بیامرز که ما ویدیوش هم ساختیم بریم ببینیم بالا، کلا مارول افت کرد. یه ویدیو قراره بسازیم درباره این که چرا مارول ریده و اینو اثبات کنیم که وقتی رؤسای مارول از کنار یه گاوداری رد میشن یاد خودشون میفتن که چرا انقدر گاون. من میرم اسکلت یا اسماعیل میاد، دمتون گرم، شو بخیر. یادتون باشه رفقا، اگه خواستین مثل کال اف دیوتی گاز اشکاور رو بردارید و پرتاب کنید، هیچ وقت با دست خالی اونو نگیرید. الان 3 روزه که دستم داره میسوزه. تا یه روز دیگه و یه نصیحت دیگه، روزتون بخیر.